بینندگان عزیز و گرامی سلام و درود بر شما از دیشب به سو درگیری های بسیار سخت بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در جبالیه در شمال غزه در جریان است که تا به حال گزارش های که آمده میده که دو سرهنگ اسرائیلی زخمی و کشته شدن در کمین برابر شدن و همزمان گزارش می میرسه که مزدوران جنگی آمریکایی که در اوکراین خاصتا در منطقه کرسک می جنگیدن به اسرائیل منتقل میشن تا در جنگ علیه حزب شرکت بکنه خب دوستان عزیز قبل از اینکه با جزئیات گزارشات اولیه بپردازم یروشلم پست گزارش کرده که شیرل گولان یکی از کسایی بود که در هفته اکتبر در فستیوال نووا شرکت کرده بود و پس از تحمل بحران روانی, روانی بسیار درازمدت و مشکلات صحی امروز به زندگی خود پایان داده خودکشی کرده و خانواده شیرل گفتن که یکی از شرکت کننده های فستیوال نووا در هفته اکتبر بود که دچار حالت بسیار خراب روانی شده بود و وضعیت جنگی در اسرائیل باعث کمبود مراقبت های سی شده و دولت نتانسته که به او رسیدگی بکنه در هفته اکتبر وقتی که حماس وارد اسرائیل شد در نزدیکی مغزه یک فستیوال برگزار شده بود که به نام نوا میگفتن فستیوال و نوا میگفتن که اونجا جوانای اسرائیلی جشن گرفته بودن محفل داشتن که ناگهان بین نیروهای اسرائیلی و حماس سا... حماسی سا... اونجا جنگ در گرفت و در بین از اونها بسیاری از اینا زخمی و کشته شده بودند که میشیر گولان یکی از او بازمانده های امو بود البته ای سیومین شخصی از از بازمانده ها که در یک سال دست به خودکشی زده البته این بحران تاثیرات جنگ نه تنها در حساب از یک فرض مثال و در غزه و اینا زیاد است و فاجعه به بار در داخل اسرائیل آیستا فاجعه انسانی هم آیست به اون طرف تو رخ نکرده روان است و بعد و بدتر هم میشه وقتی که جنگ دوام بکنه خب روزنامه یه دوت آهار نوت که یک روزنامه اسرائیلیس گفت یک گزارش نشر کرده و اساسا گفته که هزینه هر روز جنگ در لبنان یک میلیون دلار میلون دالر است و در آینده نزدیکی رقم اعضایشان هم پیدا خواهد کرد یعنی که 134 میلیون دلار در یک روز دیگه فکر کنم تقریبا چهار میلیارد دلار شود چهار میلیارد دلار در یک ماه البته که معلوم دار از کور هم تامین میکنه چهار میلیارد دلار اگر از سا یک سال تمام دوام بکنه این رقمی که هم پیدا میکنن کپش در یک سال شاید باید یک چلا هشت میلیون میلیار دولار بکشه که بسار پول زیادی است خب شبکه چاردی اسرائیل گزارش کرده که محل, محل شهادت یحیی سنوار منفجر می ارتش اسرائیل البته بعد از او از دو تا ویدیو رو اونا نشر کردن و البته نشو ویدیو هدفش ای بود که یحیی سنوار بسیار بیچاره و شکست و یک نوع تاثیرات روانی ضربه روانی به حماس و گروه های دیگه بزنن اما در کل ویدیو اصلا نمی جنگ سنوار و حماس دیگه هم تصویرش برجسته کرد روی از نور بسیار بالا برده و یک کوشش دیگه هم کردن یک ویدیو را نشد کردن که یحیی سنوار گفته خودشان که برادرزادهای خدا و خانم خدا در تونل نشان میده که میبرن به طرف زیرزمینی. البته هدف اسرائیل از پخش وی ویدیو بود که نشان بده که مردم خودش گریز هست در گریز است و در تونلا زندگی میکرد و شما را در جنگ انداخته بود در حالی که یه, یه در چندین جای گزارش شده بود که در میدان جنگ شرکت کرده بود و در ها چند دوره او گزارش کرده بودند و در روز آخر هم شما دیدیم در میدان جنگ کشته شد خب البته جنگ رسانه ای و با اسرائیل به این حساب بود که باش نشان که از شهادت سنوار به یک حساب سمبولیک نسازن نشان بدن که یک شکست بسیار تحقیر آمیز بود اما در کل مرگ یحیی سنوار یک مرگ سمبولیک تاریخ ساز و یک میراث به با خود باقی مانده که از فلسطین و کل جهان در آینده یک الگوی جنگی خواهد بود در یک گزارش دیگه هم مقامت عراق از یک هدف در کرانه باختری با پهپاد گوبیده گزارش زاده در مورد چیزات زاده در مورد انوز نشر نشده اما مقامت عراق عملیاتش بسیار انتک کم و هرچنگ هرچند هر, و هر آباد است به نظر من که عملیاتشان به خاطر از این است که واقعا اینا ضربه به اسرائیل بزنن بیشتر یک نوع امتحانی است که اینا پدافندهای هوایی رو میخوان تست بکنن و بعدا جزئیات از او راپور از او رو به ایران منتقل بکنن که بر از اونها کار در آینده خب میرسیم به درگیری در جبالیا در شمال غزه که امشب درگیری بسیار شدید بین ارتش اسرائیل و حماس در منطقه رخ داده البته یوردوگا قریب یک هفته است که به شدت زیر بمباران است و تلفات مردم هم مثل روزای اول جنگ بالا رفته اسرائیل از وارد شدن کمک های بین به یوردوگا خودداری کرده و مردم در وضعیت بسیار وحشتناکی به سر میبرند البته اسرائیل هم طرح جنرال که میگن یک یک برنامه کشتار جمعی و وادار ساختن دشمن به نابودی و تسلیمی است او را عملی کرده اما تر... در هر کس محکوم به شکست است و اسرائیل آرام آرام تمام هم تو تمام شده روان است خب جبهه لبنان اینا رو بساز سخت زمین گیر کرده و زمین گیرشان هم بد و بدتر میکنه و به این دلیل است اونا حالا راهی که پای امریکا رو به جنگ مستقیم بکشانند اما اسرائیل دیر یازو دی جنگ باید شکست بپذیره با و سرنوشت ناتانیه هم معلوم نیست که امریکایی ها اسرائیلی ها رو تاین میکنه یا اگر نیروهای سیوم بتانند او را ترور بکنن بکشند یک اما در کل این جنگ به یک نقطه رسیده که اسرائیل از این جنگ پیروز بیرون نمیه به قدرتی که داره و فقط اتکا به قدرت آمریکا است که اگر هم آمریکا وارد عمل شود در جنگ مستقیم به خاطر اسرائیل و اگر نشود در یک مذاکره میتونن اونا سر اسرائیل به قبول شکست شرایط به پذیرن و اون کان داره که دولت فلسطینی هم در بغل گوش ایجاد شود خب در همین درگیری سختی که در جبالیه افتاد منابعی گزارش کردند که یک سرهنگ اسرائیلی کشته شده و یک تا دیگه هم زخمی و حتی گفته که چند تا از نظامی های دیگه هم سخت زخمی شدن گونا به شفاخان ها منتقل شدن و گفتن که در, برش یک در بخش از این یک خودروی زری اسرائیلی با موشک هدایت شونده هدف قرار گرفت و یک از این حملات سرهنگ احسان دقصه کشته شده و یک سرهنگ دیگر به نام یهودا آهارون شالو که فرمانده گردان و 52 است و زخمی شد. البته اه, حماس یک ویدیو رو به نشر رساند از کشتن همی سرهنگ احسان دقصه دخ... که اونا گفتن که از یکی از بمبای منفجر نشده ای که اسرائیلی ها سابق پرتاب کرده بودن برغزه و منفجر نشده بود حماس او را جمعواری کرده بود برده بود دوباره وایرینگ کرده بودن آمدن و از او استفاده کردن و می سرهنگ در یک از کمین ها کشتن و البته از آغاز جنگ زمینی دیگه در غذا فکر کنم ششمین سرهنگ اسرائیلی که کشته شده باشه در جنگ که شش تا دیگه فکر به سال در روزای اول یکیش از سرهنگ ریزرفا بود به نام لیون بار کشته شد دیگه آصف حمامی اسحاق بن باش جاناتان شتینبرگ احسان در سوال کشته شد و کسی به نام رای یوسف لایم کشته شده بود که شش سرهنگ شده که سال در جنگ غزه تنها از دست داده یک روزنامه اسرائیلی است خبرگزاری البته به نام حماکم اسرائیل اینا گزارش نوشته کردن گفتن که ارتش اسرائیل اخلاقیات خود از داده و سربازان در حال شورش هستند های اسرائیلی به نقل از چند سرباز اسرائیلی توضیح دادند که چرا از ادامه جنگ خودداری میکنند یکی از این سربازا گفته که ما در یک میدان تیراندازی اردک نشستیم و نمیفهمیم اینجا چیکار میکنیم گروگان ها بر نمیگردن و احساس میشه که سربازان در, در طول راه مجموع میشوند و میمرند. همه کاری که ما میکنیم بیهوده به نظر میرسد من نمیدانم که آنها با کدام مرتش به سوی لبنان میروند به خاطر کدام ارتش وجود نداره و من به گردان خود بر نمیگردم به خاطر که حتما یا کشته میشم یا فلچ خب وضعیت اسرائیل از نگاه نظامی یک سال ثابت کرده که ارتش اسرائیل کدام دستاورد خاصی در اهداف خود نداشته اهداف اسرائیل بسیار ساده بود ما میریم حماس از بین میبریم و بعدا از را از بین میبریم بین می سادگی اونا اهداف تعیین کرده بودن در یک سال نه حماس از بین بردن نه به کاری کرده تونستن حالا در یک سال اهداف که اینا جار زدن برارتش در تلویزیون ها بر خود به سربازای خود به تمام کسایی که در اسرائیل زندگی میکنه که وقتی نرسه اون ناخت چشم دارن کور نیستن گوشایشان هم بشنبه سرباز ها خمالا در وضعیت جنگ شریک هستن میبینن که وضعیت چی هست. وقتی که دست نمیشه مورال رویه خود خود میشکنه اینا پیش از پیش در معاولی جنگ اینا که اگه هدفی را تعیین کردن که رسیدن به اون ناممکن بود و چون سربازا را به حساب امی هدف رویا داده بودن به جنگ کشانیده بودن وقتی که هدف شکست خورد اول رویا روی سربازا شکست روان است و دیر یازوتی ارتش در برابر او یک ارتش بسیار رادیکال از و حماس که یک ایدئولوژی بسیار سختم تو هستند در برابر از اون اینا استفاده کردن نمیتونند که عوام البته علایمش هم روزه ما میبینیم که دیروز 25 عملیات از بلا در برابر از اینا انجام داد و تلفات از اینا قدر بالاست که از گزارش دادن البته تقریبا دوج بیخ جور مساله در اسرائیل شما گزارش دادن نمیتونن که اینقدر نفر مرده اونها تا دا دکترها و خبرنگارا رو چند دوره بندی کردن که گزارشات رو نشر کرده بودن بر صورت در جنگ جبه شمال یگان پدافند هوایی هزبله الله شامگاه یکشنبه گفت که یک فروند پهپاد اسرائیلی هرمس 900 دیگر هم ما سرنگون کردیم که فکر کنم می سیومین پهپاد سرنگون شده در یک هفته است البته یه هرمس 900 یک پهپاد شناسایی است بسا قیمتی هر کدام از در میلیون دلار است گوره هزبالا با منپد ها میزنن منپد یک نوع پدافنده یا اوی سیار است که از سر شانه استنگر واره او را نشانه میگرن پهپاد باز او چون هدایت شانده از خودش میره و پهپاد ردگیری میکنه و در عوام میزنن که البته قابلیت سلطا میاندازه از اونا نمیتونن جیتا را بزنن خب الجزیره از بمباران ساختمان های تجاری در بلبک هرمل و شهرک علیالنهری در دره بقا در شرق لبنان توسط اسرائیل خبر دادند که البته ارزش خبر ده است که مناطق بسیار کلیدی هزبالا است و در دل کوه و در آنجا اموجه سنگرگاه های عظیم هزبالایی ها در موجود است البته عملیات های هوایی که اونا میکنن در بسیاری حساب به اثر است اونا میتونه سنگرهای سر زمین بزنند که بسیار کم است ولی در حساب زیر زمین و در دل کوه ها که سنگرگاه های جور شده توسط ایرانی و روس ها همچنان زدن از اونها بر اسرائیل بسار مشکل است که البته اگر کسی شک داشته باشه میتونه تمام با سنگرگاه های غزه برنه ببینند که بوده چطور دست آورد ندارن نسبت به اینکه برند در سنگرگاه که به مراتب پخته جور شده در لبنان اونجا که ناکامی بسار گبادی است خب در اول گفتیم که مزدوران جنگی غربی با اسرائیل انتقال میشن که گزارش داده شده و زیادتر از این جنگی البته مربوط کمپانی های عجیر امریکایی میشن که در کرس در برابر روسا میجنگن که در حال سخود کردن است و روسا هر روز پیشوی دارن و شرکار دوباره آزاد میسازن حال گزارش دادن که اونا رو به جنگ در برابر حماس و الله انتقال میتن به جبهات خواهر میانه خب گروه مشاهدات مشاهدات پیشرو شرکت های مزدوران جنگی آمریکایی که اعضای از قبلا در منطقه کورس دیده می شدن، حضور خود در منطقه درگیری در خاورمیانه میانه تایید کردن. مزدوران جنگی که سربازای از هستند در شبکه های اجتماعی عکس های خود از منتشر کردند که ظاهرا در جبهه اسرائیل در, ش... در, جنگ شرکت دارند خب البته این میتونه یک نشانه از کمبود نیروی جنگی در اسرائیل باشه و احتمالاً شاید یک از گمان بره که یک جنگ بسیار دراز مدت در پیش رو است و نیاز است که ارتش از بیرون وارد بکنند تا که جنگ ادامه بدن تا که اسرائیل فرض مثال تلفاتش کاهش پیدا بکنه و بحرانی نشه حالی که مزوران جنگی رو به خواهر میان انتقال دادن یک چیز بسیار جالبی است که خب امریکایا و و ترکان نیروهای حیات تحریر شام که در ادلب سوریه هستند اونا رو با جوات اوکراین منتقل کرده روان هستن و اجیرار کلش هم مترف میبرن در حالی که مزورای جنگی امریکایی وارد اسرائیل میشه خب دلیل چیز که ظاهرا دیگه یه گروه ای حیات تحریر شام که دیدلی پس این مخالف اسرائیل است چون او مسلمان زده و گفته که نه ما ضد صهیونیسم در حالی که تمام امو حمایت کو دریافت میکنه که حمایت مشترک از طرف اسرائیل ترکیه و امریکا است تا برابر امو قوات های سوریه و ایرانی و روسیه هم مبارزه بکنه که البته بسیار سخت اونا جنگ هم کردن و دیگه کیجه دوج بسیار از بازمانده های گروه های دایشی هم است دایشی که یک بخش زیاد از از آسیای بیانه است او از دایش های عرب در سوریا و عراق جدا کردن بردن و در حیات تحریر شام یا جبه النصر شامل کردن و مجدی صرف نگوشتن که الاش سایسه کل از بار به شمال افغانستان انتقال میتن که بعدا در جنگ آسای میانه با کار برن خب الهوره یک خبرگزاری البته عربی زبان است که توسط امریکا امایت مالی میشه یک گزارش داده گفته که چند کشور عربی اخیرا پیام های پشتیبان به اسرائیل ارسال کردن و از حمله تلافی جویانی آنها علیه ایران حمایت کردند و تاکید کردند که پاسخ ها باید سخت و روشن باشد در گزارش آمده که اونا اما خواستند که پیش از ای که اسرائیلی حمله را انجام بده یک اخطار پیش از پیش بر ما بده تا ما اقدامات احتیاطی را انجام بدیم و گفته می شود که این گروه, گروه بینام از کشورهای عربی که دوام می شود تحت فرماندهی مرکزی امریکا مرتبط هستند سنت کامن از حملات اسرائیل علیه لبنان و سوریه از جمله حمله ای که منجر به حذف حسن نصرالله شد حمایت کرده است خب معلوم نیست که خبر تا چی اندازه مسخ است اما ای مشکی ندارم که بسیاری از کشورهای عربی از کشته شدن حسن نصرالله بسیار خوش بودن حمایت هم کردن کشورهای عربی رقیب ایدئولوژی و استراتژی ایران هستند و از گسترش قدرت از اونا بیمم دارن و به دلیل است که البته برای اسرائیل در جهان بهترین متحدینش همین کشورهای عربی است بعد به امریکا ما کار ما بر صورت اگر اسرائیل به ای... ایران حمله بکنه ایران پاسخ متقابل خواهد داد و هیچ تدابیر نمیتونه کشورها را به طور حتمی محافظت بکنه اون رقم یک گزارش آمده که برای ما پیش از پیش اسرائیل درخواست کردن که شما با ما اطلاع بدین که پیش از اینکه حمله میکنین تا که ما از خود تدابیر بگیریم که محافظت بکنی. این تو تدابیر واقعا وجود نداره که شما بتونید 100 درصد خود محافظت بکنی. یکی اونا با ماشین های جنگی اتکام میکنن یکی امر خام و ساده است ایران قبلا نجدار داده که هر که فضا یا امکانات خود در اختیار اسرائیل قرار بده و هدف مشروع حملات متقابل ایران تبدیل خواهد شد و ما فکر نمیکنم در خواهر میان کشور باشه که فرض مثال بخواهد که با ایران خصومت نظامی داشته باشه و به اسرائیل خواهی اگر پکر اون عقبه امریکایی داره پخته از کشورهای عربی ما فکر نمی کسی مایل باشه که با ایران خدا بخواهی و ایران بکنه و هر صورت در آخر البته الجزایر کشور الجزائر دفاتر العربیه و الحدیث که از سوی عربستان تامین مالی میشودن شدن تعطیل کردن این عربیا و الحدید یک چیز از خبرگزاری های رسانه ای شبکه خ... که العربیش بسیار مشهور است شما می البته الجزایر دومین کشور بعد از عراق است که کار کرده عراق چند پیشی تمام اینا بند کردن و گفتن که استانداردهای بسیار غیر اخلاقی دارن و حرفه‌ای نیستن و باعث باعث شد که مجوزشون لغو بکنن که یک نوا خب خب خبر جنگی نیست اما خبر از یکی از رسانه ایجاد شده که فرض مثال بر زده روسیه بر زده چین بر ضد همین محور آسیایی بسیار تبلیغات منفی میکنن واسه باعث میشه کل از اینا جواز نرسشون گرفته شود در کشورهای خارجی بساری یک, یک توهم وجود داره که ولاد دا رسانه ها آزاد است و هیچ رسانه بند نیست اما در بساری از کشورها اگر شما برین کوشش بکنین که برخی از وبسایت های روسی را رو فرض مثال که روسیه قدر دعاتش هم نیست به اندازه چین و ایران اون امور شما باز کردن نمیتونین دولت رو بند کردن یعنی پراودای روسی در چند کشور بسته در حال پراودای خبرگزاری دولتی روسیه از اما خبرگزاری دولتی آمریکا. خب تقریبا کل از دولتی است اما اونا رو اگر شما در روسیه و اینا برین نید بند نیست خب به هر صورت آخرین تمام گزارشات ها دمیت بود دوستا جنگ در جبالی جریان داره تا شب بسار اتفاقات دیگه هم رخ و ما منتظر هستیم که گزارشات به حالا در هاور میانه تقریبا تازه صبح شده روان است دیگه ما تعقیب میکنیم خبرها رو با شما رو در جریان میگذاریم تا برنامه بعد شما رو به خداوند میسپاریم